افغانستان سالانه تقریبا به 2500 تا 3000 مگاوات برق نیاز دارد. با این حال ظرفیت تولید و تامین برق در کشور معمولا بسیار کمتر از آن نیاز است و بسیاری از مناطق با کمبود برق مواجه هستند. در سالهای اخیر تلاش‌های برای گسترش زیرساخت‌های برق افزایش تولید انجام شده، اما هنوز هم چالش‌های زیادی وجود دارد که با این حال قرار است روی دریای کنر بنده ساخته شود و ظرفیت تولید برق آن 1500 مگاوات برق خواهد بود. با این حال بسیاری از بی‌برقی‌های افغانستان با تکمیل شدن این بند کاهش خواهد یافت. درود مهر شهروندان عزیز، در این برنامه با جزئیات بیشتر در مورد پروژه‌های بزرگ بند برق باز هم خوش آمدید. با ما تا پایان برنامه همراه باشید. معین وزارت آب و انرژی افغانستان میگوید در 5 سال آینده به شمول دریای کنر روی سایر دریاهای کشور 59 بند بزرگ و متوسط اعمار میکنند و در برنامه بلند مدت ساخت 184 بند بزرگ شامل است. انجینیر مجیب رحمان عمر آخوندزاده، معین امور وزارت آب و انرژی، در مصاحبه ویژه با آژانس خبری پشوا گفت در مناطق مختلف کشور برای مهار کردن آب، سیراب کردن زمین و تولید برق برنامه های ساختیم. بندهای بزرگ و متوسط را ساخته و از طریق آن نه تنها هزاران هکتار زمین سیراب خواهد شد، بلکه برق تولید و برای هزاران نفر زمینی کار فراهم خواهد شد. و همچنان گفت در برنامه راهبردی این وزارت ساخت 184 بند بزرگ روی تمام دریاهای کشور شامل است که بر اساس تخمین برای این پروژه ها به حدود 13.5 میلیارد دلار نیاز است. وای افزود با ساخت این بندها 1.2 میلیون زمین سیراب خواهد شد. همچنان افزود 3651 مگاوات برق تولید و 11 میلیارد متر مکعب زمین مهار خواهد شد و برای حدود 2.3 میلیون نفر زمینی کار فراهم خواهد شد. با گفته وی، این بندها روی موقعیت‌ها و دریاهای مختلف کشور مانند دریای کنر، ورسج، کوکچه، لولای، ارغستان اعمار می‌گردد. وزارت انرژی و آب می‌گوید که با ساخت بند برق روی دریای کنر، این بند ظرفیت تولید 1500 مگاوات برق را خواهد داشت و با پاکستان نیز از رهگذر کمبود آب مشکل پیش نخواهد شد. سرپرست وزارت انرژی و آب این مطلب را در برنامه حسابدهی دولت بر روز یکشنبه مطرح کرده است. وزارت انرژی و آب گفته است که بانک جهانی پذیرفته است پروژه بند بزرگ را به دریای کنر تمویل خواهد کرد. در این برنامه عبداللطیف منصور گفته است در یک سال پستین این وزارت توانسته است کارهای نیمه تمام بندهای کمال خان، نیمروز، شاه عروس کابل، پاژدان هرات و توره زابل را تکمیل نماید. آقای منصور تاکید نمود که به شمول کابل در ولایت تخار، هرات، غزنی و بغلان 6 بند بزرگ دیگر را نیز در سال آینده تطبیق خواهند کرد. با گفته وی، این وزارت در جریان 3 سال پسین پروژه های متعدد تولید برق را از منابع گوناگون با بخش خصوصی به امضا رسانده که با تطبیق آن 500 مگاوات برق تولید خواهد شد. در این برنامه همچنان گفته شده است وزارت انرژی و آب با بانک جهانی برای آغاز کار عملی پروژه برق کاسای 1000 در سال جاری خورشیدی توافق کرده که تا پایان سال 2024 میلادی تکمیل خواهد شد و افغانستان سالانه 165 میلیون دلار از آن حق ترانزیت حاصل خواهد کرد. وی همچنان گفته است کارهای بازسازی بندهای آب در کشور جریان دارد
و به عنوان مثال کار بخش اول فاز دوم بند کجکی تکمیل شده که از طریق آن زمینه تولید 50 میگاوات برق فراهم شده است. بخش دوم آن که در بخش افزایش پرچوی است، بیش از 40% کار آن تمام شده، با این 1 میلیارد متر مکعب آب دیگر هم مهار خواهد شد. بند کمالخان که قبلا به گونه نمایشی توسط اشرف غنی افتتاح شده بود، اکنون تمام کارهای آن تکمیل شده و در آینده نزدیک و بهره برداری سپرده خواهد شد. خلاصه اینکه وی میگوید حکومت سرپرست در مورد دریای هلمند یک معاهده سابقه با ایران دارد که بدون این با هیچ کشور دیگر در این بخش قرارداد ندارد. وی همچنان میگوید که موضع حکومت افغانستان استفاده مفید از آب است و نمیخواهد حق سایر کشورها ضایع شود و یا اجازه دهد سایر کشورها در بخش آب افغانستان خواستهای بیجا را مطرح کنند. و از شهروندان خواسته است که در استفاده از آب احتیاط و از مصرف بیجای آن جلوگیری کنند. در پایان این برنامه رسیدیم. نظریاتتان را با ما شریک سازید.